در مورد پیکه جدید متاسفانه خب پیش بینی شده بود. من فکر کنم با همین خبرگزاری شما ما یه مصاحبه ای داشتیم درست قبل از شهریور بود، اواخر مرداد ماه بود، در مورد اینکه چه خطراتی ممکنه داشته باشه. تو اون موقع یه مقدار شیوع بیماری کم شده بود و بحث بر سر این بود که یک سری در واقع استان‌ها دارن شیوع کم میشه، بیمارستان‌ها داره دوباره با تخته بستری کمتر میشه. ما یه سری اونجا مخاطراتی رو اونجا توضیح دادیم که در واقع این بحث مدارس بود، بحث در واقع تعطیلات شهریور بود و بحث ایام محرم بود و کنکور که میخواست برگزار بشه که منجر به یک پیک مجددی نشه. متاسفانه باز دوباره از همون جایی که تجربه داشتیم تو این 7-8 ماه پیش دوباره باز ضربه خوردیم و الان متاسفانه در شروع یک پیک دیگه قرار داریم، شروع یک پیک دیگه در حال حاضر قرار داریم. طبق تجربیاتی که بوده در طی این 5-6 ماه معمولا وقتی یه پیکی شروع میشه بین 4-8 هفته طول میکشه و الان هنوز معلوم نیست که ما الان به قله این موج جدید رسیدیم یا نه، هنوز داره این میره بالا، هنوز به نظر من هنوز رو به افزایش، چون هنوز تعداد بستری ما بیشتر از تعداد ترخیص ماست و کماکان متاسفانه یه سری بیمار هستن که در لیست انتظار قرار دارن، با وجود اینکه در حال حاضر بسیاری از بیمارستان‌ها حداقل در سطح تهران دارن در واقع بیماران کووید رو بستری میکنن. یعنی اینجوری نیست که تو ما مثلا شاید تیر ما تعداد زیادی بیمارستان نمیپذیرفتن، الان بسیار بیمارستان‌های دولتی و خصوصی دارن کووید بستری میکنن، ظرفیتاشون رو بیشتر کردن. با این وجود باز ما دوباره کمبود تخت داریم برای بستری. اگر نخواد اقدامی صورت بگیره ما متاسفانه این امواج رو باز ادامه دار توی پاییز خواهیم داشت تا موقعی که به یک واکسن مناسب و در واقع اثر بخش ما دسترسی پیدا کنیم. در حال حاضر متاسفانه ما همچین امکانی در دستمون نیست و تنها راه همون رعایت نکات بهداشتی. بیماری که همون علائم همون علائمه، ولی ما هرچی میریم جلو خب یک سری علائمی که قبلا در ارتباط با کووید نبود دارن ارتباط میدن با کووید. مثلا دیشب تو آمریکا گزارش کردن اولین مورد پارکینسون ثابت شده به دنبال کووید گزارش شده. اینا بالاخره هرچی میریم جلو بیماری ویروسیه، برخی از علائمش ممکنه قبلا ناشناخته بوده بعد شناسایی بشه، ولی اینکه بیماری تغییر چهره خاصی داده باشه نه، همون بیماری با همون مشخصات داره اتفاق میفته. تنها چیزی که تو این موج جدید در واقع بیشتر هست بیماران بدحاله، یعنی بیمارانی که نیاز به آی سی یو دارن متاسفانه تو این موج تعدادشون بیشتره و این باعث شده که ما تو بخش گاهی موقع داریم مریضایی که آی سی یو باید برن، چون آی سی یو نیست تو بخش دارن مراقبت میشه. وضعیت نسبت به اسفند فروردین اونطوری که داریم میگی یعنی بدتر شده دیگه؟ بدتره. ما انتظار داشتیم که بالاخره الان ما اون موقع بیماری اولش بود ناشناخته بود، الان 8 ماه تجربه کسب شده، ولی شما از اون تعداد مرگ و میر که میبینید میبینید که تعداد مرگ و میر متاسفانه بالاتر الان نسبت به اون چیزی که تو فروردین و اسفند و اینا بود. یکیشو خود وزارت بهداشت در واقع دو تحریرچی نشون داد که اونا پیش بینیشون بود که ما اگر با همین منوال بخوایم پیش بریم ممکنه که در آبان ما به 600 مرگ روزانه برسیم. یکی دیگه بود پیش بینیشون بود که 900 مرگ روزانه تا اواسط آذر اگر با همین روال بریم، یعنی ما هیچ اقدامی نکنیم. امیدواریم که نشه همچین چیزی، یعنی همه امیدشون اینه که ما به اون در واقع نه، چون در واقع فاجعه میشه اگر ما به همون چون در واقع قله‌ای برسیم. همین الانش هم به نظر من غیر قابل قبول، یعنی روز 207 نفر دیشب دیروز فوت کردن و 4120 تا ما الان توی آی سی یو ها داریم که دیروز اعلام شد که تو آی سی یو هستن. خب مریضی که تو بعد 4000 نفر شما تو آی سی یو دارید متاسفانه مرگ و میر حدود 50% در آی سی یو، و خب شما ضرب و تقسیم بکنید می‌بینید که چه تعدادی ممکنه ما هموطنانمون از دست بدیم به خاطر بیماری. خب ببینید، اولا که همیشه ویروس‌های تنفسی در تابستان فعالیتشون کمتر بود، دسته که در مورد این ویروس این اتفاق نیفته، یعنی در تابستان هم شدتش رو حفظ کرد متاسفانه. ما امید داشتیم که تو تابستان حداقل یه مقدار فروکش بکنه، حالا بعد تو پاییز بس، ولی ما اصلا تو تابستان دچار اون بحران‌های مهمش شدیم. دومی که شما در پاییز مثلا هوا سرد میشه به طور ناخودآگاه پنجره‌ها بسته میشه، درها بسته میشه، مردم تو محیط‌های بسته بیشتر قرار می‌گیرن، وقتی شما در محیط بسته قرار می‌گیری احتمال انتقال بیشتر میشه. ما بیشتر انتقالمون انتقال خانوادگیه، این افراد میرن مثلا در یه محیطی میشینن، پنجره ها رو میبندن، کولر روشن میکنن و یه نفر مریض باشه بقیه همه مریض میشن. این در واقع نوع ابتلا ما متأسفانه تو پاییز زمستان بیشتر خواهیم داشت. حالا ما بحث اینجا مدارس رو داریم، بحث دانشگاه ها رو داریم و اینا باید خیلی بهش دقت جدی بشه. کلاس های آموزشی داریم هر نوع تجمعی. من حالا بحثم این نیست که مثلا ما مدارس رو بیایم ببندیم بعد مثلا کلاس های تکمیلی مثلا کلاس زبان ها باز باشه، مثلا مردم برن سر کلاس زبان یا برن یا اونجا باز بشه، فرق نمی کنه. شما هر تجمعی که داشته باشید احتمال انتقال
وجود داره. من یه مثال ساده میزنم، شما الان همین لیگ فوتبال آسیا داره برگزار میشه، یه سری فوتبالیست میرن در فضای آزاد بازی میکنن، تازه در فضای بسته هم میسن، شما ببینید قبل از هر بازی یکی دو بار از اینا تست گرفته میشه، اگر مثبت باشن اصلا اون تیمو ممکنه حذف کنن، بگن آقا شما نه بازی کن. بقیه جام همینجوری، ما میگیم پروتکل، پروتکلی نداریم ما در حال حاضر. شما پروتکلی برای بازگشای مدارس، پروتکلش اینه که شما باید هر دو سه روز حداقل از اینا تست حق بگیرید. امکان پذیر نیست که شما بتونید بچه‌ها رو تست حق بدید، مثلا چون امکان پذیر نیست بنابراین باید محدود کنی در واقع مجامع رو، و این باید انجام بشه. به هر حال تا ببینیم که ان شاءالله چه جوری میشه. بالاخره دو تا بیماری ویروسی که میتونن همزمان با هم اتفاق بیفته، همزمان با هم اتفاق بیفته، مرگ و میرشون بیشتر از زمینه که الان توجیهاتی وجود داره که اگر کسی آنفولانزا بگیره مستعد میشه به کرونا و بالعکس. و خب این در واقع وقتی دو تا بیماری بخواد دو تا اپیدمی با هم اتفاق بیفته، خب مطمئناً کنترلش خیلی سخت‌تر خواهد بود. اون نکته مهم اینه که ما باید به طور عاجل یه فکری به حال در واقع کنترل بکنیم، یعنی ما بیشتر از اینکه به فکر دارو باشیم، بیشتر به فکر درمان باشیم، نمی‌دونم تشخیص باشیم، باید یه کاری بکنیم، پیشگیری بکنیم. اگر ما نتونیم پیشگیری بکنیم، متأسفانه سیستم درمان ما در پاییز و زمستان ممکنه به طور ناگهانی دچار کلاپس بشه. کلاپس از این نظر که خود نیروی انسانیش اگر درگیر بشه دیگه شما نمیتونید نیرو جایگزین کنید، کما اینکه الان نداریم نیروی جایگزین. یعنی وقتی یکی میره اون دو نفر دیگه که میمونن باید بیشتر کار کنن که جای در واقع جبران اون نبود یک نفر رو بکنن. بنابراین 100% کیفیت کار پایین خواهد اومد در سیستم درمان. به همین منوال بخوایم پیش بریم، کمبودهای مهمی خواهیم داشت، چه در دارو چه در تجهیزات، اگر بخواد در واقع پیک گسترش پیدا بکنه. بنابراین تنها راه چارش کنترل بیماری و پیشگیریه. همینی که وزارت بهداشت هم داره اعلام میکنه، هرچند اقدام عملی مناسبی صورت نمیپذیره از طرف کسانی که تصمیم میگیرن برای کنترل بیماری، ولی باز باید تاکید کرد که ما باید حتما کنترل بکنیم در واقع بیماری. ما از روی آمار مراجعه به اورژانس میفهمیم که بیماری وارد پیک شده. ما مثلا در قبل پیک مثلا شاید 21 شهریور ما مراجعه کنندمون 60 نفر در روز بود به اورژانس کرونا. الان چیزی حدود 200 220 نفر در روز مراجعه میکنن فقط به اورژانس کرونا با علائم. شما اگه بالا تشریف ببرید مردم صف کشیدن برای در واقع معاینه شدن و اینا. خب این نشون میده که ما متاسفانه در پیکیم و این پیک داره همینجوری جلو میره. و از این تعداد ممکن یه سری نیاز به بستری داشته باشن و برن تو نقاط دیگه. بله دیگه، شما هر مریضی که تعدادی که میگه گلوبال 80% ممکنه خود به خود خوب بشن، 15% میان بخش بستری میشن، 5% میرن آی سی یو، از اون 15% که میرن بخش 30% دوباره کارشون با آی سی یو میکشه. و متاسفانه از این تعدادی که میان تو بیمارستان بستری میشن، نرم جهانی اینه که 10% فوت میکنه. یعنی از هر 10 نفری که در بیمارستان میاد یه نفر فوت میکنه. این الان برای مردم یه در واقع چیزی شده که پس ما نباید بریم بیمارستان، این اشتباه رو نباید بکنن که شدید بذارن بشه بیماری و بعد مراجعه کنن، چون اون موقع دیگه اگه کاری هم میشد کرد که جلوشو بگیر، شاید اون موقع دیگه نشه جلوی این کارو گرفت. بعد اون موقعی مراجعه بکنن که بشه در واقع یه اقدامی برای بیمار انجام داد. ولی به هر حال بیماری که میاد تو بیمارستان با پای خودش میاد، اکسیژنش هم ممکنه خوب باشه، 30% این افراد کارشون با آی سی میکشه و به زیر دستگاه. هر بیمار ضعف و بیحالی شدید داره، تب طول کشیده داره، افت اکسیژن داره، به صورت که تنگی نفس یا فشار رو قفس سینه احساس میکنه، حتما باید مراجعه کنه.